الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله, الله الله يا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وارواه العالمين له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک که بینندگان و شنوندگان عزیز امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد همان گونه که استهزار دارید بحث اصلی در مرحله هفتم راجع به اقسام موجود که تقسیم می شود به واحد و کثیر خب بحث آمده روی وحدت و کثرت و در نتیجه به برخی از اقسام و عوارض این دو قسم پرداخته می شود یکی از عوارض وحدت حمل بود که به این مناسبت بحث مربوط به اقسام حمل مطرح شد و یکی از عوارض کسرت غیریت هست خب غیر بودن مغایر هم بودن با هم اختلاف داشتن یکی از عوارض کسرت هست که این بحث کشانده شد به اقسام غیریت که غیریت یا ذاتی هست یا غیر ذاتی در بحث غیریت ذاتی بحث منجر شد به تقابل و بحث تقابل پیش آمد تعریف برای تقابل صورت گرفت و گفته شد که تقابل عبارت است از امتناع اجتماع دو شی در محل واحد از جهت واحد و در زمان واحد بعد وقتی این تعریف صورت گرفت خب نکات مطرح در تعریف مورد بحث قرار گرفت و موارد هم که احتمال می رفت که این موارد تعریف تقابل رو نقص کند این موارد بررسی شد یکی دو مورد و از جمله اونها در واقع بحث عدم اجتماع دو مثل مطرح شد که آیا دو مثل هم با وجود آن که با همدیگر نمیتوانند اجتماع داشته باشند زید با امر مثلا در انسانیت شریک هستن اجتماع دارن اما باز هم نمیتوان گفت که زید امر و امرم زید هست خب این مواردی که به صورت موارد نقص تعریف تقابل مطرح شد پاسخ داده شد که از جمله بحث امتناع اجتماع دو مثل به خاطر این است که به خاطر یک امر عرضی هست نه این کنو امتناعشون ذاتی باشد در این جلسه می یکی دیگر از این موارد که احتمال دارد این تعریف تقابل را نقص بکند مورد بحث قرار می گیرد. و اون عبارت هست از رابطهی که بین نقیز لازم و خود ملزوم وجود داره. ممکنه کسی اشکال بکند و بگوید که مثلا ما وقتی عدد چهار را با زوجیت نگاه میکنیم خب زوجیت لازم چهار هست. حالا ما میاییم نقیز لازم رو که عدم زوجیت باشد با عدد چهار میسنجیم. میگیم آیا عدم زوجیت با چهار قابل اجتماع هستن میگه نه خب میگیم پس در اینجا هم باید ما بپذیریم که در واقع بین نقیز لازم یعنی عدم زوجیت و خود ملزوم که چهار باشد عدم اجتماع وجود داره با هم اجتماع نمی کنن، با آن که در واقع تقابل اصلی بین خود زوجیت و عدم زوجیت هست و بعد این ترتیب میگه که این تعریف نقص می شود با وجود اون که تقابل بین زوجیت و عدم زوجیت هست می شود بین در واقع عدم زوجیت و خودی ملزوم که چهار باشد هم تقابل برقرار کرد در پاسخ به این مسئله و توضیح این که این نمونه نمی تواند تعریف تقابل را نقص بکند توضیح می دهد که در اینجا وقت ما نگاه می کنیم نقض لازم که معاند خود ملزوم هست خب این معاندتشون به خاطر ذات دو نیست یعنی به خاطر خود عدد چهار و عدم زوجیت نیست بلکه در اینجا به خاطر این است که در واقع ملزوم با عرض و آرش شدن نقیز وقتی مواجه با یک همچنین آرزه شده است که سبب شده این دو با هم اجتماع نکنند تعریفی که برای تقابل مطرح شد عدم اجتماع یا اجتماع نکردن خود دوشه شی بود اما در اینجا وقتی ما نگاه میکنیم خود دوشه به ذاته این اجتماع را مشکل ندارن بلکه به خاطر امر عرضی این مسئله پدید آمده و لذا این موردی که نقیز لازم با خود ملزوم اجتماع ندارن نمیتواند تعریف تقابل را نقص بکند خب اینم یکی از موارد بود که از بحث تقابل که غیریت ذاتی داشت مطرح شد و بحث تمام میشه در ابتدای بحث وقتی ما وارد بحث غیریت شدیم خب غیریت تقسیم شد به غیریت ذاتی و غیر ذاتی غیریت ذاتی آن بود که یکی دیگری را به ذاته ترد میکرد و در ذات خودش نمیپذیرفت اما قسم دیگری از غیریت که غیریت غیر ذاتی باشد اینجا وقتی نگاه میکنیم دوشه در ذات خودشون به گونه نیستند که همدیگر را ترد بکنن بلکه به خاطر یک امر عرضی دیگر و اسباب غیر ذاتی میآیند خب با همدیگر اجتماع نمیکنند و این قسم دیگری از غیریت را شکل میدهد که اسم اون را هم میگذارند در واقع تخالف یا بحث غیریت شخصی مثال میزنه به مثلا جدایی شیرینی و سیاهی خب وقتی ما نگاه میکنیم که وقتی دو شیر رو با همدیگر مقایسه میکنیم و اون دو شیر رو هم مثلا در شکر و زغال با هم مقایسه میکنیم میبینیم این دو با هم اجتماع ندارد مثلا شکر خب شیرینی دارد اما سیاهی ندارد زغال را وقت نگاه میکنیم سیاهی دارد ولی شیرینی ندارد خب این اجتماع کردنشون و با هم جمع نشدنشون به ذاتشون نیست این گونه نیست که شیرینی در ذات خودش سیاهی را ترد بکند چه بسا اشیایی هم که ممکن است در واقع ما سیاه هم باشه ولی شیرین باشه و برعکسش هم می توان به همین ترتیب بیان داشت ولی در مثل شکر و زغال وقتی ما نگاه میکنیم این شیرینی و سیاهی به خاطر ذاتشون نیست به خاطر یک امر عرضی دیگر هست خب این رو ما تعبیر میکنیم به تخالف در مقابل تقابل میگیم دو تا شیء مخالف همدیگر دیگر نه اینکه دو شیء که کاملا در مقابل همدیگر دیگر باشد تا غیریت ذاتی داشته باشد پس غیریت ذاتی مشخص شد غیریت غیر ذاتی هم تا حدودی مشخص شد حالا برمیگردد به اقسام تقابل و یک تقسیم بندی برای تقابل بیان میکنه که تقابل بر چهار قسم تقسیم می شود یک مرتبه تقابل تقابل تناقض هست و قسم دومشون هم تقابل عدم و ملکه هست و قسم سومشون تقابل تزایف هست و قسم چهارمشون هم تقابل تزاد هست خب به این ترتیب چهار قسم رو ما می توانیم در بحث تقابل مشاهده بکنیم مرحوم علامه میاید می آید میگه که در چگونگی این تقسیم بندی و این که واقعا ما بتوانیم بگیم همین تقسیم وجود داره و همین اقسام برای تقابل هست و نبیش از آن میگه بهتر این است که ما در این تقسیم بندی به این شکل این رو تقسیم بکنیم و بگوییم که وقتی ما دو شیء متقابل را در نظر میگیریم گاهی هست که یکی در واقع عدم برای دیگری به حساب میآید خب یعنی وجود یکی عدم دیگری را اقتضا میکند یا اینکه نه حالا در صورتی که وجود یکی عدم دیگری را اقتضا بکند خب در این صورت باز هم میبینیم که گاهی هست که در اونجا موضوعی وجود دارد که هر دو رو میپذیرد مثل کوری و بینایی خب در اینجا تقابل عدم و ملکه به وجود میاد و گاهی هم نه موضوع این نیست که در واقع قابلیت پذیرش هر دو رو داشته باشد که در اون صورت مثل ایجاب و سلب میشود خب این ایجاب و سلب رو میبرد تحت عنوان تقابل تناقض در جای هم که در واقع دو تا شی رو وقتی نگاه میکنیم که یکی وجوده و یکی عدم ولی اون عدم هم به گونه هست که امکان وجودش وجود داشته باشد مثلا وقتی ما کوری و بینایی رو نگاه میکنیم خب بینایی یک امر وجودی هست ولی کوری در جای صدق می شود که قابلیت بینایی داشته باشد ولی فعلا این بینایی وجود نداشته باشد اونجا ما می توانیم بگیم این عدم بینایی هست اما در جایی که یک همچنین قابلیت وجود نداشته باشد ما نمیتوانیم در مورد سنگ که قابلیت بینایی ندارد در ظاهر ما بگیم بله اون عدم ملکه اونجا وجود نداره در مورد انسان در مورد حیوان میتوانیم این تعبیر رو به کار ببریم خب به هر صورت تقابل عدم و ملکه و تقابل تناقض که ایجاب سلب باشد به دست آمد اما در صورت دوم که هر دو امر متقابل در واقع امر وجودی باشد خب در این صورت یا به گونه هست که تصور یکی مستلزم تصور دیگری هم هست یعنی هر زمان ما دو امر متقابل رو نگاه میکنیم یکی رو تصور بکنیم دیگری هم به ذهن ما میآید آید مثل بلندی و پایینی خب اینجا اگر از تقابل به این شکل بود از آن نام برده می شود به تقابل تضایف و اگر نه این دو امر وجودی به گونه بود که می شود یکی رو به تنهایی هم تصور کرد و هیچ مخالف اون هم به ذهن نیاید از این تعبیر می شود به تزاد که تضاد هم در جای خودش اینها بحث داشته و تعریف خاص خودش را دارد به هر صورت در اینجا فقط به صورت یک اشاره به اقسام تقابل هم پرداخته است خب این بقیه از فصل پنجم بود که این رو خدمت شما عبارتش رو میخوانیم و اگر فرصت شد انشالله از فصل ششم هم چند نکته رو بیان خواهیم کرد انتقض و لا و ایضا به نقیز لازم خب همون گونه که اشاره کردیم مواردی که به عنوان شبهه برای تعریف تقابل مطرح هستن که شاید این موارد تعریف تقابل رو نقص کرده باشن اینا رو مورد بررسی قرار میداد که یکی بحث تعریفی که برای مثل این بود و این مورد هم نقیز لازم با خود ملزوم رو مطرح می کند که می فرماید نقص نمی شود همچنین تعریف تقابل به نقیز لازم و عین ملزوم خب نقیز لازم و عین ملزوم رو هم که توضیح دادیم که مثلا وقتی ما عدد چهار را با زوجیت نگاه می کنیم خب زوجیت لازم چهار هست حالا ما میاییم همین لازم رو نقیزش رو در نظر میگیریم زوجیت رو نه عدم زوجیت رو با چهار میسنجیم خب آیا عدم زوجیت با چهار قابل اجتماع هست؟ میگه نه خب پس میگه این بین عدد چهار و عدم زوجیت تقابله میگیم نه اصل تقابل مال در واقع زوجیت و عدم زوجیت هست حالا اگر چهار با عدم زوجیت سنجیده میشود با وجود آن که اجتماعشون امکان نداره میفرماید این شبه به همین شبه بر می گردد به این نکته که پس بین خود چهار و عدم زوجیت هم تقابل باید باشد با آنکه اصل تقابل بین زوجیت و عدم زوجیت هست اینجا میگوید نه اون نقیز لازم با خود ملزوم اگر اجتماع ندارند باز هم مشکلی برای اصل تقابل به وجود نمی آورد. چرا؟ فان نقیز لازم به خاطر این که نقیز لازم که عدم زوجیت باشد این نمای عین الملزوم این اناد دارد این اناد دارد با عین ملزوم یعنی با چهار خب چرا لمعاندته لازم و لذیه و نقیزه به خاطر اناد لازمش که او نقیزه در واقع این خود ملزوم هست منظور این است که عدم زوجیت اگر با چهار اینجا اناد پیدا کرده است و خاطر این است که عدم زوجیت با زوجیت اناد اصلیشون هست خب حالا اینجا مگر اجتماعشون ممتنع شده به خاطر همینه که عدم زوجیت چون با زوجیت در واقع اناد داره از این جهت آمده چهار با عدم زوجیت هم اناد پیدا کرده است خب میگه به هر صورت اناد داره دیگه مخالف همدیگر هستن اجتماعشون هم که امکان نداره پس بگیم مقابل همه تقابل داره میگه نه اون تعریفی که ما برای تقابل گفتیم اینجا در واقع این مورد را شامل نمی شود فامتناع فا اجتماعی مل, مل حالا اگر نقیز لازم امتناع اجتماع پیدا کرده است با ملزوم به عرض نقیزه و خاطر این است که این در واقع نقیز لازم با نقیز خودش که آرزش آرز میشه بر او با این دلیل با خود این ملزوم اناد پیدا کرده است پس امتناع اجتماعش با ملزوم به خاطر عرض با آرش شدن این نقیز خودش هست لال ذاته نه این که خود عدم زوجیت با چهار واقعا تعانود داشته باشد نه عدم زوجیت چون با زوجیت اناد داره و اون خاطر حالا عدم زوجیت با چهار هم اناد پیدا کرده است پس میبینیم که اینجا اناد و تقابل یا اون امتناع اجتماع مال خود دوشه نیست مال خود عدم زوجیت و چهار نیست بلکه به خاطر همون آرش شدن زوجیت هست بر چهار که در واقع چون زوجیت با عدم زوجیت سازگار نیست حالا آمده از عدم زوجیت با خود چهار هم این عدم سازگاری پدید آمده است تا اینجا بحث غیریت ذاتی مطرح بود که وقتی دو شعر را با همدیگر میسنجیدیم ذات یکی دیگری رو ترد میکرد قبول نداشت خب حالا میرسیم به غیریت غیر ذاتی غیریت غیر ذاتی رو تعریف میکند ایکون شیعان لایشتم آن لسباب اخر غیر از ذاته هما به فرمایت بخاطر غیریت ذاتی اینه که دو شعر و خاطر اسباب دیگر غیر از ذات خودشون با هم اجتماع نداشته باشن خب در ذاتشون مشکل ندارن ذاتا میتوانن اجتماع داشته باشن اما سببهای بیرونی اسباب خارجی آمده است و نمیگذارد که این دو تا با هم اجتماع داشته باشن لذا میفرماید که دو شی که با هم جمع نمیشون به خاطر علت ها و سببهای دیگر غیر از سبب ذات این میشه غیریت غیر ذاتی کفتراق الحلاوه و سواد فی السکر و فهم در اینجا وقتی میفرماید جدایی شیرینی و سیاهی در شکر و زغال خب این جدایی رو بررسی بکنیم آیا در ذاتشون این جدایی وجود دارد که به هیچ وجه حلاوت و سواد با هم جمع نشود ذاتا اجتماع اجتماعشان ممکن نیست نه در ذاتشون مشکل نداره ممکن است حلاوت در سیاهی هم وجود داشته باشد و همچنین در سیاهی هم شیرینی وجود داشته باشد خب وقتی این رو نگاه میکنیم در ذاتشون مشکل نداره اما به خاطر اسباب دیگر هست که مثلا حالا شکر شیرین است ولی سیاه نیست و زغال سیاه هست ولی شیرین نیست و تو سم خلافا این دو قسم رو یا از تقابل غیر ذاتی رو تعبیر میکند به خلاف یا مخالف متخالف یا دو ای که با هم اختلاف دارند و یسمی الغیر به حسب التشخص و العدد آخر و همچنین غیرم میگن که مثلا میگن که خب شیرینی غیر از سیاهیه سیاهی غیر از شیرینیه و همچنین به حسب تشخص و عدد میتوان گفت که غیریت شخصی هم میشود گفت که چون شخصی هر کدام از شکر و در واقع زغال رو وقتی نگاه می کنیم یا شخص شیرینی و سیاهی رو نگاه می کنیم اینا با همدیگر غیریت دارند. خب پس یک تقسیم بندی که در اول این فصل پنجم مطرح شد توضیح هر کدام داده شد حالا یه توضیح دیگر هم که برای تقابل مطرح هست میفرماید و تقابل قسم ملار بعد اقسام تقابل بر چهار قسم تقسیم می شود که عبارت از تقابل تناقض، تقابل عدم و ملکه و تقابل تزایف و همچنین تقابل تزاد خب این را وقتی به همین صورت فهرست می کنه خب ممکن احتمال این که حالا یک که دو مورد دیگر هم وجود داشته باشد و چگونگی این تقسیم بندی و این که حصر این تقابل بر این چهار قسم خیلی روشن نمی شود خوب احتمال می رود طور خلاصه کسی تخمینی این چهار قسم رو بیان کرده باشد لذا می فرماید ول و فی زبط الاقسام ایو ما اگر بخواهیم علت این تقسیم بندی رو و علت حصر آن رو و این که بگوییم غیر از این چهار قسم دیگر امکان تصور ندارد این رو بخوایم بیان بکنیم لذا به ثواب نزدیکتر هست که ما این اقسام تقابل را به این شکل بیان بکنیم بگوییم که ان المتقابلین اما ان یکون احدهما عدما للآخر اولا دو شیء متقابل را وقتی با همدیگر نگاه میکنیم یا به گونه ای است که یکشون عدم دیگری هست اولا یا نه این گونه نیست به تعبیر دیگر میشود این گونه گفت که این دو شیء متقابل یا هر دو وجودی هستند یا یک وجودی و دیگری عدمی خب قسم دوم که هر دو وجودی باشد این رو بعد بحث میکنه اما اولی که یکیش وجودی باشد ولی دیگریشون ادمی باشد خب این باز بر دو قسم میشود و علل اول حالا اگر یک عدم دیگری بود یعنی یکیش وجودی بود و سبب شد که دیگری رو در واقع عدمش رو اقتضا داشته باشد و او رو نگذارد وجود پیدا بکند بنابر اول اما ایکون یکون که موضوع اون قابل برای این وجود عدم که یکش وجودیه و یک عدمی هست یک مرتبه است که یک موضوع واحدی وجود دارد که قابلیت هر دو را دارد هم قابلیت وجود را و هم قابلیت عدم را یک مرتبه به این شکل است کل بسر و اما که در اینجا بسر و امار وقتی نگاه میکنیم بینایی و کوری خب درست از فعلا بینا یا شخص بینا هست یا کور اما همین کوری هم در جای گفته می شود که قابلیت بینایی وجود داشته باشد لذا بسر و اما در جاهای گفته می شود که این موضوع قابلیت هر دو رو داشته باشد هم منتها به نوبت یا بینایی یا عدم بینایی خب اما در این صورت اگر موضوع قابلیت پذیرش هر دو رو داشته باشد هم امر وجودی هم امر ادمی را این تقابل عدم و ملکه است که ملکه اون جنبه وجودی رو نشان میدهد که بینایی باشد عدم هم کوری هست تا کوری که قابلیت بینایی را داره ولی فعلا این قابلیت از بین رفته و دیگه موجه با نابینایی شده است اولا یکون لا یکون اشاره دارد به این که در قضیه یا در دو شعه متقابلی که نگاه میکنیم که یکی وجودی هست و دیگری ادمی موضوعشون به نیست که قابلیت پذیرش هر دور داشته باشد یا باید موضوع برای امر وجودی باشد یا موضوع برای امر ادمی نه برای هر دو اگر این طوری باشد که لایکون باشد این چنین کل ایجاب و سلب که بله در اینجا وقتی ایجاب و سلب را نگاه میکنیم یا هست یا نیست لذا موضوع قابلیت یکش رو دارد یا وجود داره یا وجود ندارد یا ایجاب هست یا سلبه اگر این گونه شد اسم این رو میذاریم تقابل در واقع تناقض تناقض اصلی همین ایجاب و سلبه این دو قسم در جای بود که در واقع یک از متقابلا وجودی بود و دیگری عدمی اما و علفانی که قسم دوم به این شکله که هر دو وجودیه یعنی دو شیء متقابل هم کاملا هر دو وجود دارند و هو و کونهما وجودیین که هر دو وجودی هستند ف اما ان لا یعقل احدهما الا مع الاخر و بالقیاس اله. حالا وقتی این دو تا وجودی هستن نگاه میکنیم که این وجود هایی که دو شی هستن و بینشون همسازگاری وجود نداره اجتماعشون هم ممکن نیست نگاه میکنیم که آیا این گونه هست که با تصور یکی از اونها دیگری هم تصور بشود و به ذهن بیاید یا نه اون چنان بیگانه هستن از همدیگر دیگر که هرچند یکیش رو تصور بکنیم دیگری اصلا به ذهن نیاید اگر از قسم اول باشد که در واقع میفرماید تقاب و در صورت کرد وجودی باشد اگر یکی تعقل شد بدون دیگری تعقل نشود خب و در مقایسه با آن حتما این تعقل صورت بگیرد خب مثال میزنه کل اولوی و صف. حالا اگر این بلندی و پایینی رو نگاه بکنیم خب وقت بلندی میگوییم بلند نسبت به چی؟ خب پایین حتما مد نظر هست پایینی رو هم همینطور وقتی نگاه کنیم باز در مقایسه با بالا و بالایی هست که این پایینی رو ما تصور میکنیم خب آیا هر دو اجتماعشون ممکنه با همدیگر قابل اجتماع هستن نه دیگه یا بالایی است یا پایینیه اون در مقام تصور تصور هر دو در مقایسه با هم صورت میگیرد این قسمی از تقابل که هر دو وجودی باشد ولی بدونی همدیگر امکان تصور نداشته باشد هرچند اجتماعشون هم امکان نداشته باشد این رو اسمش میگذارد تقابل تضایف خب ام دو امر متضایف از همین قبیله و هو تقابل تضایف اولا اولا برمیگردد به این که هر دو وجودی هستن اما این نیست که یکی تصور بشود دیگری هم به ذهن بیاید نه کاملا بیگانه از هم دیگر هستن که این قسم چهارمش میشود تقابل تضاد که تقابل تضاد از اون تقابل های هستن که هر دو وجودی هستن ولی امکانی تواردشون در یک موضوع وجود نداره که هر دو در یک جای بخواهن وارد بشون و بینشون هم نهایت خلاف هست یعنی امکان این که خلاصه بالاتر از این اختلاف وجود داشته باشد وجود نداشته باشد مثل سیاهی و سفیدی مثلا که حالا این شعی را که بخوایم موضوعی سیاهی و سفیدی قرار بدیم خب دیگه امکان ندارد میگیم حالا این شی سفید هست یا سفید یا سیاه حالا امکان دارد که سفید بدون سیاهی هم در ذهن تصور بشود بله ممکن است ما شی را سفید بدانیم بدون اینکه در مورد سیاهی اصلا فکری کرده باشیم خب این هم یکی دیگر از بحث های بود که در فصل پنجم که راجع به تقابل و اقسام اون و غیریت بحث کرد و غیریت هم از عوارز کسرت بود به اتمام رسید انشاءالله در فصل ششم بحث جدید رو مطرح خواهیم کرد تا اون زمان همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد و محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد